قدرت بدنی حضرت علی علیه السلام. قدرت بدنی بی‌نظیر حضرت علی علیه السلام را باید در ردیف معجزات و کرامات به حساب آورد. تاریخ جهان هیچ شخص دیگری را با چنین نیروی جسمانی فوق‌العاده سراغ ندارد. توانایی بدنی آن حضرت همان گونه که خود آن حضرت فرموده‌اند یک قدرت عادی و معمولی نبوده است، بلکه قدرت الهی و خدایی بوده است که از ایمان نیرومند او به خدا نشأت می گرفت. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. شاید خداوند خواسته از طریق این قدرت بدنی فوق طبیعی ارتباط آن حضرت با عالم فوق طبیعت را به مردم بفهماند و آنها را متوجه شایستگی او برای زمامداری و رهبری جامعه اسلامی پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سازد، زیرا کسی می تواند جانشین پیامبر عظیم الشان شود که همانند وی با عوالم بالا در ارتباط بوده و از هر جهت توان فوق بشری برای اداره جوامع انسانی داشته باشد، و چنین شخصی بدون تردید کسی جز علی علیه السلام نبوده است. پیامبر بزرگ خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مقام ارزیابی یک ضربه شمشیر حضرت علی علیه السلام را از مجموعه عبادات جن و انس برتر و ارزشمندتر می شمارد. به واسطه همین قدرت و شجاعت ناشی از همین ایمان بی‌نظیر و راسخان حضرت به خدا و رسولش بود که ملقب به اسدالله غالب یعنی شیر همیشه پیروز خدا گردید. امام صادق علیه السلام می فرمایند فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی علیه السلام می فرماید هنگامی که علی علیه السلام مقداری رشد کرد، من او را با پارچه پهنی محکم بستم و در گهواره قرار دادم، ولی او با دستان و دندانهای خود آن را شکافت. سپس او را در دو پارچه پیچیدم، آن دو پارچه را نیز شکافت، به تعداد قطعات می افزودم و او همه آنها را پاره می کرد، تا جایی که وی را 7 قطعه که یکی از آنها از جنس چرم و یکی دیگر از جنس ابریشم بود پیچیدم، ولی ایشان همه آنها را شکافت. عمر خطاب میگوید زمانی که حضرت علی علیه السلام در گهواره بود، ماری را دید که قصد نیش زدن آن حضرت را دارد. دستان امام بسته بود، ولی ایشان تلاش نموده و دست راست خود را خارج نموده و با آن گردن مار را گرفت و آنچنان فشرد که انگشتان به داخل بدن مار فرو رفته و مار در چنگان حضرت جان سپرد. وقتی مادر حضرت سر رسید و مار را در دست فرزند دید، فریاد زده از مردم کمک خواست. مردم نیز جمع شدند. آنگاه مادر حضرت خطاب به وی گفت کنک حیدر، گویا تو یک شیر خشمگین هستی. جابر جعفی میگوید دایه حضرت علی علیه السلام زنی بود که از بنی هلال که خود نیز کودکی داشت که 1 سال از علی علیه السلام بزرگتر بود. روزی دایه این دو طفل را در خیمه گذاشته و به دنبال کار خود رفت. فرزند دایه از خیمه خارج شده و خود را به سر چاهی که در نزدیکی خیمه بود رسانید. علی علیه السلام نیز با او همراه بود. در این موقع پسرک به چاه نزدیک شد و با سر به داخل چاه واژگون شد. در همین لحظه علی علیه السلام که از او کوچکتر بود او را گرفته و همانطور آویزان نگه داشت. آن حضرت با دندانش 1 دست و با دستش 1 پایان کودک را گرفته بود. وانقدر نگاه داشت تا اینکه مادرش سر رسید و کودک را گرفت و با صدای بلند فریاد زد ای مردم، بیایید و ببینید که این چه کودک مبارکی است که جان کودک مرا نجات داده است.
مردم جمع شدند در حالی که از قدرت و هوش حضرت علی علیه السلام شگفت زده شده بودند. حضرت علی علیه السلام در سنین نوجوانی بود که با مردان نیرومند و پهلوان کشتی می گرفت و همه آنها را به زمین می زد. مردان قد بلند و قوی هیکل را بر روی دست بلند می کرد و در هوا نگه داشته و آنگاه به سوی خود کشیده به زمین می زد و گاه با یک دست از قسمت نرم شکم آنها گرفته و آنها را به هوا بلند می کرد و بعضی اوقات خود را به اسبی که در حال دویدن بود رسانده و وقتی با آن برخورد می کرد آن را به عقب می راند. بسیار اتفاق می افتاد که آن حضرت علیه السلام سنگ بزرگی را از قله کوه برداشته و با یک دست آن را گرفته به پایین می آورد. آنگاه آن را پیش روی مردم می گذاشت ولی حتی سه مرد نیرومند نمی توانستند آن را تکان بدهند. و همچنین هرگاه آن حضرت ساق دست کسی را می فشرد از شدت درد نمی توانست نفس بکشد. بارزترین نمونه‌ای که می‌تواند قدرت بدنی فوق بشری حضرت علی علیه السلام را معرفی نماید ماجرای فتح قلعه خیبر است. قلعه خیبر که متعلق به یهودیان بود مدتی در محاصره قوای اسلام قرار داشت اما هیچ سرداری نمی‌توانست آن را فتح کند. این قلعه و خندقی که در اطراف آن حفره شده بودند توسط تیراندازان حرفه‌ای فراوان و دلیران کم نظیر چون مرحب و برادرش حارث حفاظت می شد. چندین سردار مسلمان به همراهی چندین هزار جنگجو در چندین مرحله تلاش کردند تا دروازه خیبر را بگشایند ولی هیچ یک موفق نشدند از سد قهرمانان و جنگجویان یهود بگذرند و همه آنها با به جای گذاشتن تعدادی تلفات باز می‌گشتند. این امر باعث شد روحیه مسلمانان تا حدی ضعیف شود تا اینکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مأموریت فتح خیبر را به سردار همیشه پیروز اسلام حضرت علی علیه السلام محول فرمودند. هنگامی که حضرت علی علیه السلام با قهرمانان نامی خیبر یعنی مرحب روبرو شد در رجزی که خواند به همین ماجرا اشاره نموده و فرمودند انا الذی صمتنی عمی حیدرن، من آن کسی هستم که مادرم مرا شیر خشمگین نامید. دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.